همشیشان عزیز، اعضای محترم کلیسای نسخ، شلوم. همه ما دارای شغلهایی هستیم در زندگی و هر شغلی مسائل و مشکلات خودش را داره. ولی اگر پرسش بکنیم سخت ترین شغل ها در دنیا چیست، هر یک از ما عقاید مختلفی داریم، ولی اکثر ما بایستی بپذیریم که سخت ترین شغل در دنیا پدر و مادر شدنه. چرا؟ که ما بایستی فرزندانی را تربیت بکنیم که در زندگی انسان‌های خوب، انسان‌های موفق باشند. در دوران ما که روانشناسی و علم تعلیم و تربیت بسیار پیشرفت کرده، کتاب‌های مختلف راجع به آنها نوشته شده، ولی سوال این است که این شغلی که سخت ترین شغل هاست ولی پرپاداش ترین و زیباترین شغل ها هم هست، راجع به اون و راجع به بچه ها ما چه میدانیم؟ با وجود تمام این علمی که داریم خیلی مشکله. ببینید، اکثر ما در خانواده هایی که بزرگ میشیم یا خودمون پدر مادر شدیم در سنین جوانی بوده، در سنین جوانی تجربه نداشتیم. حالا هرچی هم کتاب خونده باشیم راجع به تعلیم و تربیت، برای که اون وجود هر بچه متفاوته، عاقبت آنچه که ما رفتار میکنیم در بیشتر موارد کارهاییست که توی خانه پدر و مادر به ما یاد دادن، آنطوری که خود بزرگ شده ایم و محققا این بزرگ شدن و رشد کردن همه چیز بر وفق مراد نبوده. اشتباهات زیادی پدر مادرها ما مرتکب می شویم و وقتی که بچه های ما همین اشتباهات رو تکرار می کنن، یک تسلسل ادامه پیدا می کنه. در پارشای امروز، پارشای تولدوت، میبینیم یسحاق اوینو بالاخره ازدواج میکنه با ریفکا، همسری بسیار شایسته، بانوی بسیار بصیر، عاقل. بعد از 20 سال که صاحب فرزندی نشدند، با استغاثه و دعا و تفیلای هر دو، خداوند به آنها فرزندی میدهد. نه، بایستی گفت اول باردار میشه ریفکا، باردار میشه، ولی بعد از بارداری میبینه که در وجودش یک هیجاناتی وجود داره، مثل اینکه این آبستنی یک آبستنی معمولی نیست، و میره درخواست میکنه و معلوم میشه که دوقلو، دومین مادر ما، بارداره. وقتی که سوال میکنه میگویند شنل امیم به بتنخ، یعنی دو ملت در وجود تو دارن پرورش مییابند و این دو از یکدیگر متفاوت و مختلف هستند. ببینید، میگویند آدم هریشان چرا از گن ایدن، دنیای کمال ایدئال رانده شد؟ به خاطر اینکه از میوه ممنوعه خورد و باعث کردید که اون دنیای کمال ایدئال دیگر تسلسل پیدا نکنه و فرزندانش دیگر در چنین محیط و جنبی زندگی نکنند، در جایی که همه چیز آرمانی که
همه چیز در آن در کمال مطلوب بود. ولی ببینیم اینها صاحب دو تا فرزند میشن، کین و هیول. این دو بودن که متاسفانه باعث شدن که جنگ و کشتار و بدبختی برای دنیای بشریت به وجود بیاد. چرا ما اعتقاد داریم بشر منشأش یکیست، از یک انسانه، از آدم هریشون و سپس از نوح و فرزندان او. ببینید دو برادر وقتی که به دنیا میان از لحاظ قیافه و بعد میبینیم از لحاظ خلقیات، افکار و روشی که در زندگی برای خود انتخاب میکنن متفاوتن. وقتی که به بلوغ جسمی میرسن، بلوغ فکری میرسن، یکی صیاده و یکی دنبال صید میگرده و دومی تام یوشف اوهالیم، اولی عصاو و دومی یعقوب، مردیست که سالم، کامل و به صحراگردی و رفتن بیرون و دام گذاشتن برای حیوانات اون رو یک چیز بی خود میدونه، برای که میدونه که بایستی دنیای معنوی رو ادامه بده. جالب اینجاست، میدراش میگوید مرد بوی خوبی داره و یک درخت دیگری است اتسپیونی بهش میگن و این هم قیافه ظاهرش مثل مرده. یه وقتی که اینها گل میدن، مرد گلهاش بسیار خوشبوه، معطره، ولی اسپیونی، اتسپیونی مثل اسپا، مثل در انگشت، وقتی که اون درست قیافش مثل چی میمونه؟ مثل مرد میمونه. وقتی گل میده متعفنه، نمیشه تحملش کرد. میگه درست مثل عصاو و یعقوب. وقتی اینها بزرگ میشن دو انسان متفاوتن. ولی مسئله اینه والدین بایستی چی کار بکنن؟ والدینی که یک دنیای معنوی رو دارن، ولی متاسفانه مثل هر پدر مادری اون هم دچار اشتباه میشن، فرق میذارن بین بچه هاشون. یکی سعی میکنه اسحاق سعی میکنه عصاو رو به خود نزدیک بکنه. درستی تورا نوشته بله برای اینکه عصاو صیاد بود، صید میکرد، خوراکای خیلی خوشمزه برای پدرش تهیه میکرد و پدر اون رو بیشتر دوست داشت. ولی ریفکا کی رو دوست داشت؟ ریفکا یعقوب را دوست داشت. میدید که این فرزند بایستی دنبال روی افکار، آمال ابراهام و اسحاق خواهد بود، براخاهای اونها را ادامه خواهد داد. ولی شما وقتی که به اسحاق تماشا بکنید، اسحاق یک مرد معنوی روحانیه، غیر ممکنه پسر خودش را نشناسه، بچه های خودش را نشناسن. دلیل این که عصاو رو به خودش نزدیک کرده دلیل خوردن نبود، این اشتباه محضه که چنین فکر بکنه که یک پدر به خاطر غذاهای خوشمزه فرزندش به خود نزدیک میکنه. نه، به خاطر این که میدانست که اگر توجهی به این فرزند نکنه اون بیشتر منحرف خواهد شد، او رو به خودش نزدیک میکنه. هارف کوک یکی از بزرگترین علمای قرن گذشته بود. پدری آمد پیش او گفت من فرزندم از راه منحرف شده، میخوام او رو تردش بکنم، نمیدونم چی کار بکنم، نمیتونم بپذیرم بچه‌ام اینطوری بشه، چی کار بکنم ربای؟ هارف کوک گفت ببین به او رو دوست بدار، محبت بکن به اون. اسحاق اوینو میخواست عصاو رو از راهی که داره میره برگردونه، نه اینکه بخاطر که قضا براش، این خیلی بچگانه است چنین فکر بکنه. ولی ریفکا هم اشتباه میکنه. ریفکا فقط کی؟ پسرش رو دوست داره، یعقوب رو دوست داره و این باعث میشه که بره با هیله براخایی که پدر میخواست به عصاو بده، از عصاو بگیره بده به یعقوب. و این شروع
متاسفانه اختلافی است که حتی برادر حاضر میشه که بعد از مرگ پدر من این برادری که دو مرتبه با هیله اول نخست‌زاده منو گرفت، نخست‌زادگی منو با یک کاسه آش گرفت، با یک کاسه عدس گرفت و دوم براخایی که مال من بود از ابراهام بایسی برمسه از من گرفت، دست که شایستگیش نداشته، من اون را خواهم کشت. ببینید و این داستان زندگی اونها پیامش خیلی واضحه. ما هم به عنوان پدر و مادر خیلی اشتباه میکنیم. ببینید بعضی از پدر مادرها وقتی که بچه‌شون تو مدرسه ناراحتی ایجاد میکنه و مدیر مدرسه اونها رو میخواهن، میان به جای اینکه بچه‌شون رو شماتت بکنن، میدونی چی کار میکنن؟ میان مدیر مدرسه و معلم رو مؤاخذه میکنن، اونها رو میگن شما تقصیر دارید، نه بچه من. همه پدر مادرها میخوایم بچه‌هامون رو محافظت بکنیم، درست؟ میخوام بهترین رو براشون میخوام. ولی اگر اجازه ندیم که بچه‌هامون بیافتن، بچه‌هامون بدونن که همه چیز بر وفق مراد نیست، اینها رو این پنبه ما بزرگ نمی کنیم، واسه یاد بگیرن ضربه بخورن بلند شن. اگه بچه راه نره نمیتونه راه رفتن یاد بگیره. مشکل ما اینه، بحرانی که داریم بحران تعلیم و تربیته، مخصوصا در زمینه یهودیت. اگر میخوایم بچه‌مون یهودی بار بیاد، خونمون بایستی یهودی باشه، خوردنمون یهودی باشه، فکر کردنمون یهودی باشه. فرق به بچه‌ها نذاریم. دختر پسر بایستی از گذشتهشون، از توراشون، از حلاخاشون آگاه باشن. مخصوصا دخترها بایستی بدونن چرا اونها سازنده یک خانه هستن. ما فقط میگیم خب پسر 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 یعنی چی؟ پسر بره تورا بخونه، پسر بره اینا بخونه، چی بخواد قدیش برای ما بگه. نه، الان ثابت شده زنهایی که مؤمن و معتقدن، اعتقاد دارن، خانه یهودی رو اداره میکنن، کشروتشو شباتشو، اینها بچه های اگر با پدر مادر هماهنگ و همسان و همراه باشن، بچه ها بهتر میتونن آموزش پیدا بکنن، بهتر احترام بزرگتر و کوچکتر رو میدونن، بهتر شخصیت خودشون رو میشناسن، بهتر میدونن جایگاه پسر کجاست، جایگاه دختر کجاست توی زندگی. زندگی اسحاق و ابراهام، اسحاق و ریفکا به ما نشون میده حتی اگر ما در بالاترین درجات علمی معنوی باشیم ممکن اشتباه بکنیم، ولی همیشه میشه یاد گرفت و اشتباه رو رفع کرد. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم فرزندان خوب تربیت بکنیم و شباتی که در پیش داریم، شبات مقدس رو به خوبی نگه بداریم. شبات شالوم.